واپسین تلاش های ترامپ برای فشار به ایران قبل از انتخابات. به گزارش وال استریت جورنال، آمریکا می‌خواهد تحریم هایی را وضع کند که برداشتنشان سخت باشد. از مهمانان برنامه در این 60 دقیقه می‌پرسیم که چرا دولت آمریکا تا این اندازه بر جمهوری اسلامی سخت گرفته و بیش از این چه می‌تواند بکند. همچنین در برنامه امشب، رقابت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی در ایالت‌های سرنوشت ساز. در نخستین بخش از یک مجموعه گزارش ویژه در برنامه امشب به ایالت پنسیلوانیا سفر می‌کنیم. انتشار ویدیو بدرفتاری پلیس با یک جوان در مشهد، خانواده‌اش می‌گویند او در اثر خفگی ناشی از گاز فلفل جان باخته. و بیش از 300 قربانی کرونا در ایران برای ششمین روز متوالی، فرودگاه امام خمینی تهران مسافران را بدون گواهی سلامت نمیپذیرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات آمریکا شروع شده. کمتر از 10 روز تا روز انتخابات مانده. در 3-4 سال اخیر از فشار حداکثری بسیار شنیده ایم. مجموعه سیاست‌های دولت آمریکا که گریبان حکومت ایران را گرفته و مشخصاً عرصه را بر گلوگاه‌های اقتصادی ایران تنگ کرده. اگر فکر می‌کنید که این فشارهای کم نظیر به اوج خود رسیده، باید گفت که احتمال دارد بیشتر از این هم شود. وال استریت جورنال یک روزنامه آمریکایی گزارش کرده که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در همین چند روز مانده به انتخابات آمریکا هم به تحریم‌های ایران اضافه کند. آن هم به شکلی که حتی اگر رئیس جمهوری عوض شد نتواند به آسانی وضعیت را برای ایران بهتر کند. ولی بیشتر از آنچه تاکنون کرده چه میتواند بکند؟ چرا فشار بر جمهوری اسلامی برای دولت فعلی آمریکا تا این اندازه اهمیت پیدا کرده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. آغاز شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. دو نامزد با دو رویکرد متفاوت نسبت به یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی این کشور، ایران. پیروزی هر یک از این دو مرد در رقابتی که 10 روز دیگر برگزار می شود بسیاری از معادلات سیاسی و اقتصادی را برای تهران تغییر می دهد. دونالد ترامپ با روی کار آمدن در گام اول از برجام خارج شد. توافق هسته‌ای که حاصل دیپلماسی دولت باراک اوباما و 5 کشور دیگر با ایران بود. سپس زنجیره‌ای از تحریم‌های جدید علیه ایران. سیاستی که به کارزار فشار حداکثری معروف است. نتیجه افت شدید فروش نفت ایران. 2 سال پیش ایران حدوداً روزی 2.5 میلیون بشکه نفت می‌فروخت. اما حالا با اینکه رقم دقیق آن مشخص نیست، برخی از شرکت‌های رهگیری نفتکش ها میگویند این رقم به 400 هزار بشکه در ماه پیش افت کرده. سقوط آزاد ارزش پول ایران و افزایش قیمت ارز از دیگر پیامدهای فشار آمریکا برآورد شده. دلار آمریکا در آغاز دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی کمی بیش از 4000 تومان بود و حالا حدود 29 هزار تومان، افزایش حدوداً 7 برابری. گرانی و تورم افسار گسیخته هم از دیگر نتایج تحریم بود. کجا دشمن خارجی به ما گفته است پراید بنجل 8 میلیونی را 130 میلیون بفروشید؟ دولت آمریکا همچنین از تغییراتی در سازوکار گروه ویژه اقدام مالی یا FATF خبر داده که کار را برای ایران دشوارتر می‌کند. چرا یه عده مانن؟ دولت روحانی تاکید کرده که ایران باید با تصویب لوایح مرتبط با FATF دست کم مراودات مالی که هنوز مشمول تحریم نیست را تسهیل کند، اما با مخالفت‌های شدید داخلی روبروست. مشکل مراودات بانکی همان مشکلی است که ایران حتی پیش از خروج آمریکا از برجام هم با آن روبرو بود. مقام‌های ایران از خروج یک طرفه آمریکا از برجام و تحریم‌ها خشمگینند و نام سیاست فشار حداکثری آمریکا را جنگ یا تروریسم اقتصادی گذاشتند. ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. انتخاب مجدد دونالد ترامپ یعنی ادامه فشارها بر ایران. رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش در کارزار انتخاباتیش گفت اگر پیروز شود ایران به سرعت برای مذاکره با او تماس می‌گیرد، چون توان ادامه این وضعیت را ندارد.
اگه ما ببریم، اولین تلفن به من از طرف رهبران ایرانه و میگن بیا معامله کنیم. اقتصادشون همه جای دنیا بودن، حضور تروریستی داشتن. الان اقتصادشون با تحریم‌های ما کاملا داغون شده. تولید ناخالص داخلیشون 27% افت کرده. کسی تا حالا همچین چیزی ندیده بوده و این چیزی نیست که من میخوام. نمیخوام بمب اتم داشته باشن. نمیتونن بمب اتم داشته باشن. من میخوام خوب باشن، کشور قوی داشته باشن، کشور خوبی داشته باشن. اولین تماس از ایران خواهد بود. به محض اینکه ببرم به هم زنگ میزنن و معامله میکنیم. اما رهبر ایران بارها گفته تحریم ها ایران را به میز مذاکره بر نمیگرداند. البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه‌دانه. آیت الله علی خامنه ای میگوید به خواست آمریکا تن نخواهد داد. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی، اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهی است، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید، او میاد جلو. این چیز روشن و قهری است. شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. با اینکه ایران میگوید برایش فرقی ندارد که چه کسی پیروز انتخابات آمریکاست، اما میتوان حد زد که تهران چشم امید به برد کدام نامزد دارد. جو بایدن میراثدار دولتی است که برجام را امضا کرده و ترامپ کسی است که آن را بدترین توافق میدانست. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای میگوید دولت ترامپ تلاش میکند تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که برداشتن آنها در صورت پیروزی جو بایدن برای دولت بعدی دشوار باشد. در این مقاله آمده دولت ترامپ می‌خواهد تحریم‌ها را با قوانین ضد تروریسم مرتبط کند و به این ترتیب هزینه سیاسی لغو این تحریم‌ها را برای دولت بعد بالا ببرد. اما آنچه مسلم است، برای ایران پیروزی جو بایدن یعنی دست کم پایان کارزار فشار حداکثری و برد ترامپ یعنی تداوم 4 سال دیگر تحریم و گرفتاری. پرهام قبادی، BBC. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از ریچموند در ایالت ویرجینیا با ما هستن. آقای فیتزپاتریک، آمریکا چه کار بیشتری میتونه بکنه؟ من فکر میکنم ایالات متحده میتونه تحریم‌های خیلی بیشتری رو وارد کنه و اعمال کنه. میتونن برن به دنبال هر بخشی از اقتصاد ایران بر اساس اینکه با استدلال اینکه بخش عمده ای از اقتصاد ایران یا مستقیما یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران داره اداره میشه، که خود سپاه پاسداران به نوبه خودش تحت تحریمه. بنابراین هر کسی که با سپاه پاسداران داد و ستد داشته باشه تحت منطق آمریکا میتونه تحت تحریم قرار بگیره. 10 روز بیشتر تا انتخابات نمونده. چرا دولت آقای ترامپ تا این اندازه بر جمهوری اسلامی سخت گرفته؟ از آخرین روزها هم میخواد استفاده بکنه. هدف اینجاست که شرایط رو برای جمهوری اسلامی هرچه سخت‌تر کنه، ولی همچنان برای دولت احتمالی بایدن سخت‌تر کنه شرایط رو. به همچنین بنابراین اگر قرار باشه ترامپ از دست بده، وقت زیادی اگر قرار باشه که ترامپ انتخابات رو ببازه، وقت زیادی نیست که بتونه این تحریم‌های بیشتر رو وارد کنه. بنابراین میخواد تا میتونه تحریم‌های بیشتری رو وضع کنه تا دولتی که کاخ سفید رو تحویل میگیره مجبور باشه که اینها رو ادامه بده. ضمن اینکه 10 روز به انتخابات مونده، ولی خب بعد از انتخابات هم تا 21 ژانویه ترامپ همچنان بر سر کار خواهد بود. بنابراین حدود 3 ماه فرصت هست برای این تحریم‌های جدید. چرا اینقدر سالم این بود که چرا اینقدر آمریکا دولت فعلیش مشکل و مسئله پیدا کرده با جمهوری اسلامی که میگه حتی اگر خود ما هم سر کار نباشیم، اگر رئیس جمهور هم عوض شد، باید کار به جایی رسیده باشه که برگشتن یا غیر ممکن باشه یا بسیار سخت؟ So the antipathy toward Iran. خصومتی که با حکومت ایران دارن در دولت کنونی آمریکا و حامیان دولت کنونی آمریکا بسیار بسیار قوی است. اگر بپرسید چرا اینقدر
متنفر هستند و فکر می‌کنم که نفرت کلمه درستی باشه و این برمیگرده به البته دوران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران و تهدیدهایی که ایران همواره متوجه اسرائیل کرده و مسائل این چنینی. بنابراین ایران رو همیشه به چشم دشمن شماره یک در اذهان خیلی از آمریکایی‌ها ترسیم کردن و ترسیم شده و دولت آمریکا میدونه که در سیاست خودشون برای وادار کردن ایران به برگشتن به میز مذاکره در این چند هفته باقی مونده موفق نخواهند بود، بنابراین میخوان یک سری مجموعه از تحریم‌هایی رو بر سر کار بیارن وضع کنن تا اینکه دولت بعدی هم به سختی بتونه اونها رو برداره. بنابراین ایران مجبور خواهد بود در چنین شرایطی که متحمل لطمات اقتصادی شدیدی بشه در بلند مدت، نه فقط در امروز بلکه در سالهایی که در پیش رو هست، ضعیفتر و ضعیفتر بشه. عملاً این گام‌ها چقدر بازگشتن به مذاکره رو سخت میکنه؟ چون میدونیم که آقای ترامپ هم میگه که من هم طرفدار مذاکره هستم با ایران. برگشتن به میز مذاکره به خودی خودش مشکلی برای ایالات متحده نیست. مسئله اینجاست که آیا رهبران ایران میخوان برگردن به میز مذاکره بعد از اینکه با مجازات‌های اضافی روبرو شدن یا روبرو شده باشند. دولت بایدن شاید بتونه اونها رو تشویق کنه که برگردن، اما سوال اصلی اینه که مثلا یک دولت بایدن اگر بخواد این تحریم ها رو برداره، تحریم های اضافی، تحریم های جدید رو برداره، همیشه برداشتن تحریم ها سخت‌تر از اعمال کردن اوناست. مثل تفاوت شکستن یک چیزیه و بعد دوباره به هم چسبوندن اون قطعه، دوباره به هم چسبوندن این قطعات بیشتر سخته تا خود اون شکستن اصلی. خب خود آقای ترامپ هم حرفش اینه که ما میخواییم ظرف 24 ساعت با ایران به توافق برسیم. ما نمیدونیم البته چه کسی رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود، ولی این حرفی است که آقای ترامپ میزنه. اگر بخواد ظرف مدتی کوتاه با ایران به توافق برسه، چرا این روزها خلاف اون عمل میکنه؟ چرا کار رو سخت‌تر میکنه؟ فکر میکنم منطقش این باشه که با اعمال کردن تحریم‌های جدید دولت ترامپ میخواد در واقع اون اهرم فشار خودش رو قوی تر کنه، دست خودش رو پرتر کنه، چون در میز مذاکره میتونه در واقع بپذیره که بعضی از اون تحریمایی که تازه وضع کرده لغو کنه. اما احتمالاً این محاسبه اصلیشون هم نخواهد بود، چون میدونن که ظرف 24 ساعت با ایران وارد مذاکره نخواهند شد. ترامپ این چیزا رو میگه ولی کسی باور نمیکنه. هدف اصلی مسئله بلند مدته، میخوان تحریمای بیشتری بذارن تا کار برای دولت بایدن که باید این تحریما رو یکی یکی برداره سخت‌تر بشه. ممنونم از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک. علی رهنما حقوقدان از واشنگتن آمریکا با ما هستن. آقای رهنما، آقای فیتزپاتریک عبارت تنفر رو به کار بردن. به نظر شما چرا تنفر از جمهوری اسلامی یا ضدیت با جمهوری اسلامی تا این اندازه برای دولت فعلی آمریکا اهمیت داره؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. البته آقای فیتزپاتریک این جمله رو خیلی به صورت کلی فرمودن که نفرتی وجود داره نسبت به ایران. من فکر نمی کنم که تنها علتی که دولت آقای ترامپ فشار حداکثری رو انتخاب کردن نفرت از ایران باشه. البته خب نفرت از جمهوری اسلامی دقیقاً وجود داره، ولی بحث فراتر هست. بحث سیاست منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی هست و اینکه دولت ترامپ و تیم سیاست خارجی دولت ترامپ که روابط نزدیکی هم با تیم سیاست خارجی دولت اسرائیل دارن، فکر میکنن که یک موقعیت تاریخی پیش اومده که بتونن ایران رو به مرزهای خودش برگردونن و اون مشکلی رو که در خاورمیانه اینها میبینن ایران به وجود آورده رو حذف کنن. پس بحث اینها بحث سیاست خارجی هست بیشتر تا یک تنفر خوش که آقای فیتزپاتریک در موردش صحبت کردن. البته این تنفر به صورت استیگما وجود داره در جامعه آمریکایی که خب ایران رو در با به صورت مثبت نمیبینن به دلیل همه این مشکلاتی که توی 40 سال اخیر به وجود اومده. همه کسانی که یا اکثر کسانی که
وضعیت آمریکا رو دنبال میکنه، خصوصا انتخابات رو، بر این عقیده هستن که در روزهای نزدیک به انتخابات آنچه که اهمیت داره مسائل داخلی آمریکاست تا سیاست خارجی. سوال من بیشتر اینه که در همین روزها آقای ترامپ میخواد حتما تحریم‌های جدیدی وضع بکنه و حتما حلقه محاصره اقتصادی رو تنگتر بکنه. دلیل اصلی این چیه؟ اینها رو میتونست زمان به زمان دیگه ای موکول بکنه؟ ببینید، چند تا موضوع کاملا جدا از هم هستن. اینکه آقای ترامپ داره سعی میکنه این مسئله رو پیش ببره، شخص آقای ترامپ نیست که این انرژی رو میذاره، این تیم سیاست خارجی آقای ترامپ هست که این کار رو داره انجام میده، بار رهبری شوهر دختر آقای ترامپ که خیلی نزدیک هم هست به اسرائیل. توان و انرژی که اونها دارن میذارن روی سیاست خارجی همیشه روی سیاست خارجی بوده، الان هم این توان و انرژی به سمت انتخابات نیومده که بخوان از اون توان کم کنن، همون توان باقی مونده و اون کارو دارن ادامه میدن. خود آقای ترامپ و تیم انتخاباتی ایشون تمام توانشون رو گذاشتن بر سر مسئله انتخابات. من فکر نمی کنم که این دوگانگی وجود داره بین این دو. البته تیم آقای ترامپ، هم تیم انتخاباتیش هم تیم امور خارجیش، این عقیده رو دارن که سیاست اونها در خاورمیانه سیاست خارجی موفق بوده و سیاست خارجی کلن شاید موضوع اول مردم آمریکا در انتخابات نباشه، ولی همیشه جزء یکی از موضوعات بسیار مهم بوده، حتی در همین انتخابات هم است. و تیم آقای بایدن خیلی هم سعی کرده که از موضوع خاورمیانه و ایران خودش رو دور نگه داره و اگه بحث سیاست خارجی میشه اونا رو بکشه به سمت کره شمالی، چین و روسیه. به تلاش‌های داماد آقای ترامپ جارد کوشنر اشاره کردید، ولی آیا این تلاش‌ها کار رو عملاً بر دولت بعدی اگر مثلا بایدن باشه سخت می‌کنه؟ به خاطر اینکه اینطور هم گفته میشه که آقای بایدن شاید بتونه با یک فرمان اجرایی همه این کارهایی که آقای ترامپ کرده رو خنثی بکنه. ببینید، دو تا بحث هست، یکی بحث قانونی این مسئله هست، یکی بحث سیاسی این مسئله هست. از نظر قانونی اول باید ببینیم که آقای ترامپ این قدرت رو از کجا به دست میارن. آقای ترامپ قدرت این که بتونن یک قدرتی رو به خودشون اضافه کردن و دستوری رو دادن در سال 2019 که به وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری که گروه‌های تروریستی رو بیشتر دنبال کنن و حامیان مالی اونها رو هجوری شده شناسایی کنن. این از یک قانونی میاد که در سال 2001 بعد از حملات تروریستی تو آمریکا تصویب شده به نام Patriot Act و این قدرت رو به رئیس جمهورها میده که این قدرت خودشون رو افزایش بدن توی این مسئله. و آقای ترامپ این کارو کرده. حالا چرا این مسئله سخت‌تر میشه برای آقای جو بایدن؟ به دو دلیل. یکی اینه که در روند اینکه چه سازمانی به عنوان سازمان تروریستی شناخته بشه، اگر اون دولت با ادله زیاد و با مدارک زیاد اون سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی مشخص کنه، دولت بعدی که میخواد اون سازمان رو از لیست سیاه تروریستی در بیاره مشکل خیلی سختی خواهد داشت، برای اینکه اون موقع باید نشون بده که اون سازمان تروریستی دیگه رابطه مالی با سازمان‌های تروریستی دیگری که آمریکا اونا رو تروریستی میدونه ندارن، مثل حزب الله. و کار بسیار سختی هست. تمام اجزای دولت ایران از سپاه پاسداران گرفته تا قسمت‌هایی از دولت تراکنش‌های مالی دارن که تهش ختم شده به سازمان‌هایی که آمریکا اونا رو تروریستی میدونه مثل حزب الله، و برای دولت بعدی بسیار سخت خواهد بود از نظر رویه‌ای و قانونی اونها رو حذف کنه. دومین مسئله سیاسی هست. یعنی اگر شما به عنوان دولت آقای جو بایدن اگر بخواد این سازمان‌ها رو از لیست تروریستی خارج کنه، باید با استیگمایی که وجود داره، با اون دید و دریافتی که در جامعه آمریکا وجود داره که بر ضد این سازمان‌های تروریست مبارزه کنه. یعنی اونها میتونن خیلی راحت بیان بگن آقای بایدن داره با تروریستا کار میکنه، و این چیزیه که بسیار نظر سیاسی برای آقای بایدن مهم خواهد. اگه به سوال به فشار مالی نگاه بکنیم، بسیاری از کشورها بدون رضایت خودشون مجبور هستن که با آمریکا همراهی بکنن. آمریکا تا چه زمانی صرف نظر از اینکه آقای بایدن بیاد سر کار یا آقای ترامپ، قادر هست که این فشار رو نگه داره و کشورها رو با خودش همراه داشته باشه؟
ببینید، اگر در خواست آمریکا، خواست رئیس جمهور آمریکا این باشه، حالا یا بایدن یا ترامپ، که این فشار رو ادامه بده، قدرت مالی آمریکا این اجازه رو به آمریکا میده که این فشار رو نگه داره و کشورهای دیگه متاسفانه کاری از دست، یا خوشبختانه کاری از دستشون بر نمیاد، باید این فشارها رو تحمل کنن. و علتش خیلی ساده است، سهم اقتصادی که جمهوری اسلامی از دنیا داره خیلی سهم کوچیکی است نسبت به سهم اقتصادی که آمریکا از دنیا داره، و مردم و شرکت‌ها و کشورها ترجیح میدن با آمریکا رابطه خوبی داشته باشن تا با جمهوری اسلامی. برای همین این فشار رو آمریکا میتونه ادامه بده. مشکلی که وجود داره اینه که آقای بایدن و آقای ترامپ با هم توافقی ندارن که چگونه باید با جمهوری اسلامی برخورد کرد، آینده جمهوری اسلامی چه شکلی باشه و نقش مردم در تعیین اون آینده با چه شکلی باشه. اون بحث جمهوری اسلامی از این تفاوت دیدگاه میاد. بسیار ممنونم از علی رهنما، حقوقدان از واشنگتن آمریکا با ما. در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پنسیلوانیا یکی از ایالت‌هایی بود که پیروزی دونالد ترامپ در این ایالت راه او رو برای رسیدن به کاخ سفید باز کرد. در این دوره هم یکی از ایالت‌هایی که رأیش میتونه دونالد ترامپ رو در کاخ سفید نگه داره یا رقیبش جو بایدن رو به پیروزی برسونه همین ایالته. آقای بایدن که در پنسیلوانیا به دنیا اومده، امروز راهی این ایالت شد تا برای جلب رأی مردم اون تلاش کنه. خبرنگار ما هادی نیلی در مجموعه گزارش‌های در آستانه انتخابات به دیدار رأی دهندگان در چند ایالت سرنوشت‌ساز آمریکا رفته که این گزارش‌ها رو از امروز تا چهارشنبه برای شما پخش می‌کنیم. او سفرش رو از ایالت پنسیلوانیا شروع کرده. ایالت پنسیلوانیا در طول قرن اخیر اغلب به عنوان پایگاه محکم حزب دموکرات شناخته می شده، جایی که رأی طبقه کارگر یا یقه آبی ها تعیین کننده است. اتحادیه‌های کارگری نزدیک به دموکرات ها همیشه نقش محوری در کمک به نامزدهای این حزب و سازماندهی به نفع آنها داشتند. خیلی ناظران می گویند منطقه شمال شرقی پنسیلوانیا بود که دونالد ترامپ را به ریاست جمهوری رساند، جایی که همین کارگران سابقاً حامی حزب دموکرات به نامزد حزب جمهوری خواه رأی دادند. جری ریچی صاحب این پیتزا فروشی که 40 سال است اینجاست، دوره قبلی به دونالد ترامپ رأی داده. یکی از چند ده هزار نفری در پنسیلوانیا که چنین رأیی دادند. چقدر عمل کرده دولت ترامپ درباره همه‌گیری کرونا رو تایید می‌کنید؟ I think he did okay. فکر میکنم خوب بود. میدونید مثل همه جای دیگه در سیاست بعضی وقتا نمیشه به اندازه کافی کار کرد چون دستتون بسته است. اینه که میگم عملکرد ترامپ هم بد نبود. میدونید در کاسبی‌های کوچک مثل ما خیلی به ندرت پیش میاد که بشه تغییر بزرگی دید، ولی در این همه‌گیری کرونا هر روز یک مشکل جدید پیش میاد. اولش ماسک نبود، دیر نمی اومد، همه چیز دیوانه کننده بود چون مردم نمی دونستن چه کار باید بکنند. دینا دختر جری پرستار است. او و شوهرش در یک خانه سالمندان کار می کردند تا که کرونا آمد و آنها هم جزو میلیون ها نفری بودند که در آمریکا بیکار شدند. او برخلاف پدرش مخالف سرسخت دونالد ترامپ است و می گوید دیگر طاقت ندارد او یک دوره دیگر در کاخ سفید بماند. برای بابام کلاه ترامپی خریدیم. اینطور چیزهای ترامپی براش میگیریم چون به ترامپ رأی میده. تو بعضی چیزها با پدرم موافق نیستم، ولی این اصلا روی رابطمون تاثیر نمیذاره. شما و پدرتون درباره چه مسائلی موافقت دارید؟ قطعا درباره مسئله نظم و قانون با هم موافقیم. قطعا هر دومون درباره وضع بیمه درمانی موافقیم. ما به طرح بیمه درمانی که اوباما راه انداخت وابسته ایم، به خصوص وقتی بیکار شدیم. این خیلی روی وضعیت من و شوهرم و خانواده‌ام تأثیر گذاشت. بهش نیاز داریم. کشورهای دیگه مرخصی زایمان دارند، ما نداریم. من 3 تا بچه به دنیا آوردم، برای هر کدوم هم $2,000 از جیبم خرج کردم. ما یعنی آمریکا میتونیم بهتر از این باشیم. فکر کنم پدرم هم در این باره موافقه. فضای سیاسی آمریکا دو قطبی تر از همیشه به نظر میرسد. با وجود این اختلاف ها جمع خانوادگی جری همچنان گرم است. دخترتون الان داشت میگفت که شما هم گاهی بحث میکنید. بله. بعضی وقتها حرارت بحث یکم بالا میره، ولی نه زیاد. آره، بعدش هم شام میخوریم. جری تصمیمش را گرفته و باز به دونالد ترامپ رأی می‌دهد، ولی توقعاتی هم دارد.
یک کاری که دوست دارم ترامپ بهتر در اون عمل کنه اینه که بیشتر درباره کره زمین به فکر باشه. فکر کنم او میتونه بهتر از این به نگرانی ها درباره نسل آینده توجه کنه. این چیزیه که من نگرانشم. میخوام جهان بهتری به این نسل جدید بسپارم و به محیط زیست لطمه نزنم. یکی دیگر از حامیان دونالد ترامپ که پای رأیش ایستاده، دبی ساتون است که در بیکاری حالا به طور موقت مغازه‌ای برای فروش اجناس تبلیغاتی دونالد ترامپ راه انداخته. اصلا نمیدونم، فکر کنم باید روی شلوار پوشیدش. یه طوری که انگار اون داره شما رو حمل میکنه. برای او سخت است تصور کند کسی که دور قبلی به دونالد ترامپ رأی داده، این بار به جو بایدن رأی بدهد. کدوم حرف بایدن رو قبول دارم؟ ماسک زدن، همین. هیچ چیز دیگه که از دهنم بیرون بیاد و قبول ندارم. چون کلن به سیاستمدارا اعتماد ندارید؟ آره، بهشون اعتماد ندارم و همینه که به ترامپ اعتماد دارم. چون سیاستمدار نیست، تاجره. میدونه چطور کارها رو اداره کنه و همین بود که ازش خوشم اومد. عروسک خیمه شب بازی نیست. نیازی نداره بهش بگن چی کار باید بکنه. کاری میکنه که حسش میگه. در این محدودیت‌های کرونا که تقریباً فرصتی برای تجمع‌های انتخاباتی همیشگی باقی نگذاشته، به ندرت میتوان شاهد رویدادهای جمعی بود. این گروه از شهروندان دوچرخه سوار در شهر اسکرانتون هر هفته دور هم جمع میشوند و رکاب میزنند. فرصتی برای من که از آنان سراغ انتخابات را بگیرم. جو بایدن خیلی بیشتر به چیزهایی توجه میکنه که مردم در مناطق شهری آمریکا بهش نیاز دارن. ما به بیمه عمومی نیاز داریم، اینترنت سریع، نوسازی زیرساختها، پلها و جاده هامون دارن خراب میشن. و من به عنوان یک ترقی خواه خیلی دوست دارم چیزی مشابه کارهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا انجام شد ببینم. اینکه آمریکایی ها سر کار رفتن و کشور رو دوباره سر پا کردن. بوریس کراج زنیوک در همه این سالها در اسکرانتون خبرنگار رسانه‌های محلی بوده. میگوید این ایالت همیشه در انتخابات ریاست جمهوری مهم بوده، وضعیتی که این بار هم میتواند تعیین کننده پیروز انتخابات باشد. سال 2016 ترامپ در ایالت پنسیلوانیا با 44,000 رأی بیشتر پیروز شد و نتیجه رأی پنسیلوانیا هم در پیروزی نهایی دونالد ترامپ تعیین کننده بود. طبقه کارگر به دلایل مختلف، هرچند نمیدونستن ترامپ چه جور رئیس جمهوری خواهد بود، ولی از اینکه اونطور صریح حرف میزد خوششون اومد. ولی این دوره دیگه 4 سال عملکرد ترامپ جلوی چشمشونه. در آخرین روزهای مانده تا پایان ماراتون انتخابات ریاست جمهوری 2020، هر دو نامزد اصلی تلاششان را بر این گذاشتند که تا جای ممکن عده بیشتری از رأی دهندگان احتمالیشان را از جمله در پنسیلوانیا پای صندوق رأی بکشانند یا برای رأی دادن زود هنگام ترغیب کنند. از حدود 150 میلیون نفری که برآورد می شود در این انتخابات شرکت کنند، رأی چند ده هزار نفر در ایالت پنسیلوانیا می تواند برنده را معلوم کند. هادی نیلی، بی بی سی، در اسکرانتون، پنسیلوانیا. ویدیوهایی به دست بی بی سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد یک مأمور پلیس در مشهد مردی جوان را در حالی که دستهایش بسته است با شوکر و اسپری فلفل آزار می‌دهد. خانواده این مرد می‌گویند که او در خودروی پلیس و قبل از رسیدن به بیمارستان در اثر خفگی ناشی از گاز فلفل جان باخته. بعد اضافه بکنم تصاویری که الان پخش می‌کنیم ناراحت کننده است. همکارم سیامک محیط‌زاده که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده اینجا با من، از این داستان چی میدونیم؟ جمال، امروز صبح 3 تا ویدیو غیر از این ویدیویی که الان دیدیم، با این ویدیویی که الان دیدیم دست ما رسیده از همین اتفاقی که افتاده و توی تی تماسی که با بستگان این مرد داریم که داشتیم که به نام مهداد سپهری معرفی شد به بی بی سی فارسی، مشخص شد که گویا سر یک اختلاف خانوادگی پلیس به محل فراخونده میشه و میاد اونجا و به چه دلیل حالا این فرد رو، مهرداد رو، با این شکل میبندن به میله مشخص نیست هنوز برای بی بی سی فارسی، اما در پی اون اختلاف خانوادگی پلیس آمده و
با شرایطی که دیدیم از گاز از اسپری فلفل استفاده کرد برای مرداد و بعد در ویدیوی بعدی به دفعات از شوکر استفاده میکنه در همین حالتی که مرداد دستاش بسته هست. بعد از این خانواده در واقع بستگان مرداد که ما باشون تونستیم تماس بگیریم گفتن حال مرداد بدتر میشه به طوری که بیهوش به ماشین نیروی انتظامی منتقل میشه که به بیمارستان بره. تو راه بیمارستان وقتی به بیمارستان رسیدن ظاهرا توی بیمارستان بهشون گفتن که این دیگه تمام کرده و باید ببرینش به پزشکی قانونی. در پزشکی قانونی هم طبق گفته های یکی از بستگان مرداد که ما باش صحبت کردیم پزشکی قانونی هم به طور شفاهی علت مرگ رو خفگی ناشی از استنشاق گاز فلفل تایید کرده و گفته آثار گاز فلفل در ریه‌اش مشهود هست، مشاهده شده، اما هنوز چیزی به عنوان کتبی به عنوان گواهی فوت به خانواده مرداد داده نشده. این ویدیوهای دیگه ای هم برای ما ارسال شده که در واقع لحظه رو نشون میده که یک جسد توی سردخونه داره شناسایی میشه با توجه به شواهدی که روی صورت مرداد هست توی ویدیوهای قبلی و اون صورتی که ما در ویدیویی که داره شناسایی میشه در سردخونه تطابق دادیم، دقیقاً این جسد هم متعلق به مرداد هست و همه نشانه ها حاکی از اینه که به هر حال این اتفاق افتاده و این مرداد در به هر حال درگذشته و دیروز هم مجلس ختمش برگزار شده در محلی که خودشون در نظر داشتن و حالا به هر حال جزئیات بیشتر رو باید ببینیم چیه. تا الان هنوز نه نیروی انتظامی و هیچ مقام رسمی در ایران هیچ واکنشی نشون نداده و هیچ توضیحی در این مورد داده نشده. من تصاویر رو دیدم، بسیار تلخ و تکان دهنده است. گفتی که مقام های رسمی واکنشی نشون ندادن ولی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیع پیدا کرده. دقیقاً از وقتی که ویدیو منتشر شد، در واقع ما ویدیو رو بعد از اینکه مشخص شد برامون درسته و منتشرش کردیم، واکنش های خیلی زیادی داشته. حالا این واکنش ها از جنبه‌های مختلف داره صورت میگیره. اولین اتفاقی که داره میفته همه دارن با جورج فلوید مقایسهش میکنن این داستان رو و در واقع مرد سیاه‌پوستی که در آمریکا به دست پلیس آمریکا کشته شد، حالا دارن اینو مقایسه میکنن با اون جریان و حتی صحبت آقای خامنه‌ای رو دارن مطرح میکنن که آقای خامنه‌ای گفت این اتفاق در آمریکا که یک نفر زیر دست پلیس دست و پا بزنه و جان بده چیز جدیدی نیست و این برمیگرده به تاریخ آمریکا. اینو دارن مطرح میکنن. خیلی ها دارن به مردمی که اطراف این اتفاق وایستادن و نظارگر این جریان هستن و حتی در مواردی صدای خنده هم شنیده میشه، دارن از اونا انتقاد میکنن، میگن چجوری امکان داره که زجر یک آدم، زجر دادن یک آدم یا زجر کشیدن یک آدم بتونید تماشا بکنی و بخندی و هیچ واکنشی هم نشون ندی. خیلی هم دارن اشاره میکنن که حالا باید منتظر باشیم که اعترافات اجباری خانواده مقتول منتشر بشه و تلویزیون ایران، رسانه های ایران از این اعترافات بگن و همچنین دارن مقایسه میکنن با جریان اخیر دختری در آبادان که یک مامور حراست به هر حال آزارش داده بود. حالا دارن میگن که بعد از اون حالا پلیس داره نشون میده که ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما تعدادی هم دارن میگن که خب همه نیروهای پلیس اینجور نیستن و باید برگردیم به آموزش هایی که نیروهای پلیس در ایران دیدن ببینیم اونها چه وضعیتی داره. ممنونم از سیامک محیط‌زاده. محمد حسن آقاسی وکیل از تهران با ما هستن. آقای آقاسی، نمیدونم فرصت کردید که ویدیو رو ببینید یا نه، نشون میده که چندان آموزشی داده نشده به پلیس. پلیس باید در اینجور مواقع چطور رفتار کنه؟ البته اجازه بدید من اصلاح بکنم، اسم من محمد حسینی. ببخشید آقای، خیلی ممنون، خیلی ممنون که اصلاح کردید. ببخشید، اشکال نداره. خدمت شما عرض کنم که اصل بر اینه که نیروهای پلیس و کسانی که دارندگان وسایل دفاع شخصی و یا تهاجمی به شکل گاز اشک‌آور و یا شوکر هست، آموزش‌های لازم رو دیدن. حتی یک زمانی کانون وکلا به بعضی از وکلا میداد یک آموزشی داره همراهش که توضیحات مفصلی داده شده. نمیتونیم بپذیریم که پلیس آموزش‌های لازم رو ندیده، اما میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً استفاده از این وسیله به صورت افراطی بوده. من اون قسمت از این کلیپ رو که دیدم متوجه شدم که فقط یک بار باید شوکر زده بشه ولی چند بار به بدن شخص دستگیر شده شوکر اصابت کرده. این شوکرها اونقدر قوی هست که
میتونه یک موجود اندازه گاو رو بزخواهی میکنم از این مطلبی که به کار میبرم برای چند ثانیه فلج کنه، چه برسه به این که چند بار به یک انسانی که نشون داده میشه که تن نحیفی داره این اصابت بکنه. و البته مسئولیت هایی داره که اگر که لازم بود و توضیح خواستید من خدمتون عرض میکنم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که گویا فردی که مورد بدرفتاری قرار میگیره آدم خیلی عادی به نظر نمیاد، ممکنه که مشکلی داشته. در چنین شرایطی خانواده و بستگان چیکار میتونن بکنند؟ اگر منظورشون این هست که خانواده در رابطه با پلیس چه کار میکنن و چه رفتاری باید دقیقاً بکنن؟ بله بله، باید عرض بکنم که وقتی پلیس از حدی که تعیین شده برای برخورد با یک کسی که بازداشت شده تخطی بکنه و تجاوز بکنه و اون عمل حسب نظر پزشکی قانونی موجب مرگ شخصی که فوت کرده بشه، در اینجا شکایت اولیای دم باید در سازمان قضایی نیروی مسلح مطرح بشه و پس از کالبد شکافی و تعیین علت مرگ اگر که متوجه پلیس باشه که تجاوز کرده از اختیاراتی که داشته و یا از وسیله‌ای که داشته بیش از حد لازم استفاده کرده، این عمل قتل شبه عمد هستش و اون مأمور مسئول و قابل مجازاته. فرد در اینجا به نظر میاد که خیلی کنترلی بر زبان و بیان خودش نداره، خیلی هم موضوع رو جدی نگرفته ظاهراً. واقعا در چنین مواردی آیا میشه اینطور برخورد کرد؟ بسیار به نظرم میاد تکان دهنده است، یک مسئله نیست که بشه به آسونی از کنار اون گذشت. در جنبندی اتفاقی که رخ داده و اینکه احتمالاً پلیس 110 رو خانواده به علت ایجاد مزاحمت‌ها و درگیری‌هایی که فراهم شده دعوت کردن که بیاد نظم رو برقرار کنه و یا این شخص رو که به قول شما از حالت عادی خارج هست دستگیر بکنه، به نظر میرسه که باید موادی مصرف شده باشه و به هر حال از حالت عادی خارج بوده، حالا یا مستی هست یا روانگردان مصرف کرده و من هم در این کلیپ مشاهده کردم که به این علت بوده که قابل کنترل نبوده و پلیس به جای اینکه چند نفر بشن و به صورتی که با یک بیمار و یا از حالت عادی خارج شده برخورد میشه، به تنهایی میخواسته با وسایلی که در دست داشته و برای چنین موقعیتی نباید استفاده بشه استفاده کرد و طبیعتاً منجر به این حادثه اسفناک شده. شما اشاره کردید که خیلی تن نحیفی داشته این فرد، من بیشتر البته منظورم این بود که گویا موضوع رو خیلی جدی نگرفته بود این فرد. در هر صورت مواردی از این دست در گذشته هم دیده شده، رفتارهایی که رفتارهای مطابق با معیارهای حرفه‌ای نبوده از طرف پلیس مثلا، چقدر تلاش میشه که دیگه چنین اتفاقایی نیفته؟ شما بالاخره در ایران هستید، آشنا هستید با چنین پدیده‌هایی. ببینید، یکی از علل تسری و یا شروع بیشتر این رفتار نادرست، عدم برخورد قاطع با کسانی است که مرتکب این اعمالی میشن که به جای یک نیروی ورزیده و باحوصله از قدرت بدنیشون و یا وسایلی که در اختیارشون هست به صورت نامناسب استفاده میکنن و متاسفانه قربانی یا خانواده قربانیان وقتی که مراجعه میکنن اون برخوردی که لازمه صورت نمیگیره. من نمونهش رو پرونده ای بود که در رابطه با برخورد با چند دختر دانشجو صورت گرفته بود و خیلی گسترده و وسیع مطرح شد، اما علارغم وجود دلایل کافی داسرای سازمان قضایی اون تصمیمی که باید و شایسته بود گرفته بشه نگرفتن و اینها باعث تشجیع و تجری کسانی میشه که سوار بر احساساتشون و یا عقایدشون مرتکب این اعمال میشن. بسیار ممنونم از محمد حسین آقاسی، وکیل از تهران با ما. در ایران بر اساس آمار رسمی 335 نفر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. این ششمین روز متوالی است که
آمار قربانیان کرونا در ایران بیش از 300 نفر بوده. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ستاد ملی کرونا وضعیت را تأسف‌بار توصیف کرده. حالا وزارت بهداشت قرار است در 43 شهرستان محدودیت‌های بیشتری وضع کند و کسانی که ماسک نمی‌زنند را جریمه کند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. دعا کرد، تضرع کرد. اولین دیدار حضوری رهبر جمهوری اسلامی با مقام‌های داخل کشور بعد از 8 ماه در بیت رهبری. دیداری با ستاد ملی مبارزه با کرونا، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در سالونی بسیار بزرگ. پیش از این آقای خامنه‌ای تنها یک بار و 5 ماه پیش با رئیس جمهوری عراق در سالونی غیر از محل همیشگی ملاقات‌هایش دیدار کرده بود. بعضیا بدترین مدیریت رو می‌کنن مثل آمریکا. مدیریتشون نسبت به این قضیه جزو بدترین مدیریت است. رهبر جمهوری اسلامی در حالی از سیاست‌های آمریکا در مقابله با کرونا انتقاد کرد و آن را ناموفق نامید که شیوع کرونا در ایران در بدترین وضعیت خود قرار دارد و بعضی از کارشناسان از موج سوم و چهارم کرونا در ایران خبر می‌دهند. آقای خامنه‌ای با این حال گفته وضعیت شیوع کرونا تأسف‌بار است. او خواستار تمرکز بیشتر بر نقش وزارت بهداشت و پیروی از دستورات این وزارتخانه شده. کسانی در این قضیه بیکار میشن و بعضی از اینها هم که بیکار میشن بیمه بیکاری هم ندارن. اینجا تأمین اجتماعی وظیفه داره که تو این زمینه وارد بشه. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 335 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. آمار رسمی فوت بر اثر کرونا چند روز است به بالای 300 نفر رسیده. با این حال دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا چند روز پیش گفته بود آمار واقعی دو برابر و نیم آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. از دیروز تا کنون تعداد سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته از روز دوشنبه به مدت یک هفته در 43 شهرستان ایران که بیشترین میزان ابتلا به کرونا را دارند محدودیت‌های شدیدی برقرار می‌شود. قرار است حضور کارکنان دولت در تهران تا 50% کاهش پیدا کند و بیشتر آنها دورکاری کنند. همزمان فرمانده نیروی انتظامی تهران از شدت گرفتن برخوردها با افرادی که ماسک نمیزنند خبر داده و گفته هر کسی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند جریمه خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی تهران وجود ندارد. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هم خبر داده 70 تا 130 نفر از کارکنان درمان بیمارستان‌های بزرگ تهران به دلیل ابتلا به کرونا به مرخصی استعلاجی می‌روند و این مسئله باعث فشار شدیدی روی کادر درمان و کاهش نیروهای آنها شده. بر اساس خبرهایی که به دست بی بی سی رسیده بعضی از پرستاران و کادر درمان ماه‌هاست حقوق نگرفتند. موزه های استان تهران برای چهارمین هفته متوالی به خاطر کرونا تعطیل خواهند بود. ستاد ملی کرونا تعدادی از موزه ها و محوطه های تاریخی را هم در سراسر ایران تعطیل کرده. فرودگاه امام خمینی تهران هم از پذیرش مسافرانی که تست کرونا ندادند و گواهی سلامت ندارند خودداری می کند. از استقبال کنندگان هم خواسته شده برای مقابله با شیوع کرونا در ترمینال های این فرودگاه حاضر نشوند. بر توان داخلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی گفت سرعت و قدرت انتقال ویروس کرونا 9 برابر شده و راهی جز رعایت بهداشت وجود ندارد. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود، دولت حاضر به تعطیل کردن مشاغل و قرنطینه کامل شهرها نیست و از مردم می‌خواهد که رعایت کنند. مسئله‌ای که با وجود قرنطینه نشدن شهرها چندان هم راحت نیست. فرین عاصمی، بی بی سی. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراین گفته که به مرگ تهدید شده. آقای اسماعیلیون نویسنده ایرانی ساکن تورنتو در صفحه فیسبوک خود نوشته که اخیراً شاهد پیغام‌های نفرت انگیز، اتومبیل‌های مشکوک، تماس‌های عجیب و تهدید به مرگ بوده. او که همسر و فرزندش را در سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراین از دست داده در زمینه اطلاع رسانی درباره این پرونده بسیار فعال بوده. بیش از 7 ماه پیش هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش رو در سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه از دست داده از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای اسماعیلیون از این تهدیدها بیشتر بگید، به چه شکل انجام شده؟ این ماجرا تازگی نداره، در واقع از همون اوایلی که این جنایت رو مرتکب شدند
در شبکه‌های مجازی در واقع برای من پیغام می‌آمد و میتونم بگم اوجش در ماه اردیبهشت و خرداد بوده که شاید صدها هزاران پیغام برای من فرستاده شد که در واقع یک الگویی از حمله های سایبری هست که الگویی گرفتند از کشورهای دیگر که در واقع این کار رو انجام میدند و بسیار تعداد زیادشون پیغام های نفرت انگیز، پیغام های تهدید به مرگ و شبیه به این بود که البته من جدی نمی گرفتم و چون گمان می کردم که منبع بسیاری از این پیغام ها از داخل ایران هست. ولی سه هفته پیش که یعنی 5 اکتبر که تقریبا 19 روز پیش میشه، ما تجمعی رو در 9 شهر جهان برگزار کردیم به ویژه در اتاوا و بعد از اون پیغام هایی دریافت کردم و در واقع رفت آمد های مشکوکی در اطراف منزل محل سکونتم دیده شد که پلیس تورنتو الان داره در موردش تحقیق میکنه. میتونید حدس بزنید یا مشخص هست که از کدام طرف این تهدیدها رو دریافت میکنید؟ کار من نیست متاسفانه، تعداد پیغام ها بسیار زیاده و من واقعا نمیدونم که ماجرا چیست، ولی اونجور که دیروز در اداره پلیس به من گفتند اگر رد پای یک دولت خارجی به میان کشیده بشه در واقع پلیس بین الملل هم میتونه وارد ماجرا بشه و همین الان هم پلیس فدرال کانادا یا RCMP در واقع قصد داره طی جلسات متعددی در این مورد تحقیق بیشتری بکنه. آیا پلیس حفاظت امنیتی شما رو بهبود داده؟ آیا مثلا محافظی در اختیار شما گذاشتن با توجه به اینکه گفتید رفت آمد های مشکوکی هم در اطراف خانه شما بوده؟ به طور مستقیم چیزی به من اعلام نشده و فقط گفتن که ما مراقب هستیم، ولی فکر میکنم امنیتم فعلا الان به عهده خودم هست بیشتر. حس میکنید که ممکنه به چنین چیزی نیاز داشته باشید؟ نمیدونم، من در سر جنایتکاران نمیدونم چی میگذره. به هر حال انتقام و جمهوری اسلامی دو همزاد هم دیگر هستند و همیشه فعالین مدنی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی رو جمهوری اسلامی هر طور تونسته طی این 42 سال در واقع حذف کرده. دیروز سالگرد احمد میرعلایی بود که 25 سال پیش در اصفهان به قتل رسید. به هر حال نمیشه پیش بینی کرد و من نمیدونم که در سر جنایتکاران چه میگذاره، به خصوص وقتی میدونم که این پرونده داره به جاهای حساسی نزدیک میشه. ممنونم از حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش رو در ماجرای ساقط شدن هواپیمای خط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران از دست داد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی با 13 زن گفتگو کرده که آیدین آقداشلو نقاش سرشناس ایرانی را به حمله و آزار جنسی به خود متهم کردند. بر اساس گفته های این زنان آزارها در یک دوره 30 ساله اتفاق افتاده و در مورد یک هنر آموز 13 ساله آقای آقداشلو هم آزار جنسی دیده. فرناز فصیحی گزارشگر نیویورک تایمز برای تهیه این گزارش با شماری از هنر آموزان کلاس های نقاشی آقای آقداشلو، یک دستیار قدیمی او، صاحبان گالری های نقاشی و هنرپیشه های زن مصاحبه کرده. آقای آقداشلو به درخواست‌ها برای مصاحبه جواب نداده ولی قاطعانه این گزارش‌ها رو تکذیب کرده. او گفته که خودش رو انسانی کامل نمی‌دونه و اگر رفتارش برای کسی توهین‌آمیز و آزاردهنده بوده عمیقاً عذرخواهی می‌کنه. با فرناز فصیحی نویسنده این مقاله در نیویورک تایمز گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چی شد به عنوان خبرنگار این روزنامه یک بار دیگه سراغ این موضوع رفت. سلام، ممنون از دعوتتون و توجهتون به این گزارش. همونطور که شما اشاره کردین این اتهام ها جسته گریخته خب ماها یا این برانور بوده، ولی در ماه آگست ما شاهد این بودیم که یک نقطه عطفی برای زنان ایرانی و برای جنبش میتو در ایران بود و این جنبش میتویی که الان 3 ساله که در آمریکا و جای دیگه دنیاست به دامنش به ایران هم رسید و در واقع یه اقدام بی سابقه خانوما شروع کردن با هشتگ من هم
روایت‌هایشون رو از آزارهای جنسی، از تعارض‌های جنسی، از اتفاقاتی که براشون افتاده بود شروع کردن بیان کردند. و اولین کسی که با اسم خودشون، اولین اینها روایت‌ها اول ناشناس بودن و برای منی که گزارشگری هستم که به هر حال موضوع ایرانو پوشش میدم و برای نیویورک تایمز، خب این به نظرم یه موضوع بسیار این نقطه عطفی بود در جنبش‌های اجتماعی و در آگاهی و در مسائل حقوق زنان و مربوط به زنان و اصولا آگاهی اجتماعی که الان اجتماع به حدی تغییر کرده که خانوما میتونن بیان این موضوع رو صحبت کنن. شما میدونید که در جامعه ایران و خیلی کشورهای خاورمیانه صحبت کردن راجع به مسائل جنسی یه جور تابوه دیگه، چه برسه به اینکه بخوان خانم‌ها راجع به تعارض یا راجع به اتفاقات بدی که براشون افتاده صحبت بکنن. این هنوز جا نیافتاده. خب من به عنوان گزارشگر کنجکاو شدم بعد از توییت خانم سارا امت‌علی در مورد روایت و اتهام تعرضی که به آقای آیدین آقداشلو زدن. من فکر کردم که برم تحقیق کنم و ببینم که این ماجرا چیه و اصلا این جنبش میتوی ایران مربوط به چند نفر میشه و خب شناخته شده ترین چهره آقای آیدین آقداشلو بودن که یک چهره هنری جهانی هستن و به دلیل شناخته شدنشون من تحقیق شروع کردم، تحقیق کردم که ببینم که زنهای دیگه چه اتهاماتی دارن و چه میگویند. در مورد دقت در استفاده از کلمه ها در این گزارش چی میشه گفت؟ میدونیم که یکی از کسانی که در این گزارش ازش اسم برده شده خواسته که یک مقدار دقیق تر باشه استفاده از کلمات و خودش در حقیقت توضیح داده. بله. ببینید در این صحبت تعارض یا آزار جنسی و اینها در تعاریف ایرانی و در واژه‌های فارسی یک چیزای جدید هستن. ما موقعی که داشتیم این گزارش رو تنظیم می‌کردیم و به خصوص تصمیم گرفتیم که ترجمه کنیم، وقتی که با وکیل‌های ایرانی و با خانمایی که در حوزه حقوق زنان کار می‌کنن این واژه‌ها رو چک کردیم که ببینید مثلا در انگلیسی ما می‌گیم سکشوال harassment که ترجمهش میشه آزار جنسی، sexual misconduct سوء رفتار جنسی، sexual assault تعرض جنسی و در ترجمه سعی کردیم این موردها رو متمایز بکنیم. در مورد sexual harassment که شامل، وقتی در انگلیسی میگیم sexual harassment شامل آزار جنسی کلمه‌ای هم میشه، یعنی شما میتونید با صحبتتون با حرفتون یک نفر رو مورد آزار جنسی قرار بدین. در مورد خانم شما چیز کردید، ما نوشته بودیم ایشون مورد آزار جنسی قرار گرفتن به معنی، نه به معنی تعرض، نه به معنی تجاوز، بلکه به معنی آزار کلامی. و ایشون گفتن که در جامعه ایران هنوز این واژه ها جا نیفتاده و سوء تعبیری ممکنه بشه که آزار جنسی یعنی تجاوز یا یعنی تعرض فیزیکی، و برای اینکه این مشخص بشه هم خودشون روشن کردن و ما همین کلامی رو اضافه کردیم که برای مخاطب فارسی زبانمون شفاف باشه که منظور ما از آزار جنسی در این پاراگراف آزار جنسی کلامی بوده. صحت گزارش زیر سوال نیست. خانم فصیحی، آقای آقداشلو همه این اتهام ها رو رد کردند، بیانیه ای هم دادند که گویا پاسخی است به گزارش شما. الان هم حرفش اینه که برخی از منابع نزدیک به ایشون میگن که حتی ممکنه شکایت بکنند. تا چند اندازه مواردی که در گزارش شما مطرح شده مواردی است که از اونها مطمئن هستید؟ در همه مواردی که در گزارش ما نقل شده ما از اونها، از صحت گزارشمون مطمئن هستیم و تمام استانداردهای اخلاقی و استانداردهای خبری که در نیویورک تایمز هست که خودتون میدونین معتبرترین روزنامه جهانه و استانداردهای بسیار بالایی داره، تمام این استانداردها رو ما رعایت کردیم. آقای آقداشلو درخواست مصاحبه رو چندین بار رد کردن برای اتهاماتی که ما ذکر کردیم در مقاله و یه بیانیه
به ما دادن توسط وکیلشون که اینها رو تکذیب کردن، گفتن اینا ساختگیه و اگر که من کسی رو اذیت کردم ناخواسته معذرت میخوام. ما تمام بیانیه ایشون رو که مربوط میشد رو هم در گزارشمون طبق استانداردهای خودمون خب پوشش دادیم، هم بیانیه ایشون رو و بله گزارش ما تمام مواردش موارد صحیح و استانداردهای خبری روزنامه است. صحیح بود روزنامه نگار نیویورک تایمز. تیم حقوقی آیدین آقداشلو در آمریکا در پاسخ به بی بی سی فارسی گفته که گزارش نیویورک تایمز حاوی اطلاعات غیر دقیقه و یکی از این موارد تا امروز اصلاح شده. این منبع گفته که در حال پیگیری اقدامات حقوقی در این زمینه است و با سند و مدرک ادعاهایی که در مقاله نیویورک تایمز منتشر شده رو رد خواهد کرد. آنها گفتند از انگیزه انتشار این مطالب افتراآمیز اطلاعی ندارند، اما برای آنچه دفاع از حقیقت و آبروی آقای آقداشلو خواندن تلاش خواهند کرد. در این پاسخ همچنین بدون ذکر جزئیات بیشتری از مردم خواسته شده که به زمان و انگیزه انتشار این مطالب توجه کنند. و اما اجازه بدید که تصاویر زنده ای رو ببینیم از ایالت اوهایو در آمریکا، جایی که کامیلا هریس معاون پیشنهادی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشغول صحبت کردن هست. امروز 3 آبانه و انتخابات 13 آبان برگزار میشه، یعنی حدود کمتر از 10 روز دیگه. خود آقای بایدن الان در ایالت فلوریدا است و ضمن اون میدونیم که دونالد ترامپ هم در پنسیلوانیا است. از یکی دو روز اخیر باراک اوباما هم به کمپین یا به مبارزه انتخاباتی آقای بایدن پیوسته. آقای اوباما سعی کرده که تمام قد پشت جو بایدن بایسته، کسی که زمانی معاون او بوده، دوشادوش او 8 سال در کاخ سفید بوده و الان رقیبی مثل دونالد ترامپ رو داره که فعلا ساکن کاخ سفید هست. وقتی به نظرسنجی ها نگاه میکنیم کمی اوضاع به نفع آقای بایدن هست در نظرسنجی های ایالتی. در نظرسنجی های ملی البته آقای بایدن خیلی جلو هست، ولی هیچ تضمینی وجود نداره. بسیاری از کارشناسان میگن که هیچ تضمینی وجود نداره که این برتری همچنان در این 9 روز سرنوشت ساز حفظ بشه. در هر صورت هر دو نامزد تمام تلاش خودشون رو در این روزها میکنند. ممنونم از اینکه این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما رو میتونید بر روی وبسایت بی بی سی فارسی و کانال ما در یوتیوب تماشا کنید.